سلام، احسان پوریانزاده هستم. با آموزش مجازی فلوت از مرکز موسیقی صدا در خدمت شما هستم. توی این درس راجع به باز و بسته کردن ساز فلوت با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. فقط قبل از شروع کار من این نکته رو به شما یادآور بشم که زمانی که ما ساز رو دست میگیریم توی شروع کار باید بسیار بسیار مواظب باشیم که ساز زمین نخوره، چون بعد از یه مدت این زمین خوردن باعث میشه که صدای ساز ما از کوچه اصلی خودش خارج بشه. قسمتی که الان دست من هستش رو بهش میگن سرساز. سرساز مهمترین قسمت ساز فلوته که بعداً ما کار اصلیمون رو واسه نوازندگی ساز فلوت با این قسمت ساز شروع خواهیم کرد. این قسمتی که الان دست من، این قسمت میانی ساز فلوته، کلیدها روی این قسمت قرار داره. زمانی که ما میخواییم ساز رو ببندیم باید قسمت میانی رو به این صورت، به صورت عمود نگه داریم، سرساز رو روی این قسمت قرار بدیم بدون اینکه بخوایم تکونش بدیم یا به زور بخوایم این رو داخل قسمت میانی ساز بکنیم. خیلی راحت و به آرامی این رو داخل قسمت میانی ساز بکنیم. زمانی که میخوایم این کار رو انجام بدیم باید توجه داشته باشیم که این قسمت سوراخ روی سرساز با کلیدهای روی ساز ما دقیقا روی یک قسمت قرار گرفته باشن. یعنی ما این سوراخ رو با توجه به این دو کلید که یک کمی به سمت پایین قرار گرفتن تنظیم میکنیم. من این کار رو انجام میدم. الان من سوراخ رو با توجه به این دو کلید تنظیمش کردم. من خیلی راحت این کار رو انجام بدم، ولی شما با تمرین میتونید خیلی راحت این کار رو انجام بدید. این قسمتی که الان دست منه، این قسمت انتهایی سازه. زمانی که ما میخوایم این رو ببندیم این هم به همون صورت، یعنی باید به طور کامل از تکانهای اضافی پرهیز بکنیم. این رو هم به همین صورت قرار میدیم و خیلی راحت وارد قسمت میانی ساز میکنیم. زمانی که این قسمت رو میخوایم ببندیم باید توجه داشته باشیم، باید توجه به تامپونی که تامپون آخری که روی قسمت میانی قرار داره، این میله اهرمی که تامپونهای قسمت پایانی بهش بسته شده، دقیقا این تامپون رو به صورت فرضی از وسط به دو قسمت مساوی تقسیمش بکنه. این الان بستن صحیح ساز فلوت هستش. خب بستن صحیح ساز فلوت رو که با هم دیدیم، الان میریم سراغ باز کردن ساز فلوت. زمانی شما میخواییم ساز فلوت رو باز بکنیم بعد با توجه به مواردی که زمانی که داشتیم ساز رو میبستیم راجبش صحبت کردیم، از هر گونه تکون اضافی پرهیز بکنیم. اول از قسمت انتهایی ساز شروع میکنیم. قسمت انتهایی ساز رو به این صورت میگیریم و قسمت انتهایی رو به آرامی در میاریم، یعنی هیچ گونه تکون اضافی انجام نمیدیم واسه باز کردن قسمت انتهایی ساز. بعد از اون میام سراغ سرساز. سرساز رو زمانی که میخواییم باز بکنیم به همون صورتی که بستیمش، یعنی میونه ساز رو به صورت عمودی نگه میداریم و سرساز رو خیلی راحت در میاریم بدون اینکه بخوایم تکون بدیم یا اینکه بخوایم به سختی. سعی کنید این کار رو باز و بسته کردن ساز رو به آرامی انجام بدیم، چون که اگر فلز ساز ما ضربه ببینه یا باعث بشه که لطمه به داخل ساز یا لبه های ساز ایجاد بشه، بعد از یه مدت صدای ساز ما خشدار میشه و از کوچه اصلی خودش خارج خواهد شد.